روز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین پایتخت اتریش با ماست. آقای بیات، این فعال شدن مکانیزم حل اختلاف وضعیت برجام رو به کدام سو می‌بره؟ بسته به واکنش ایرانه. یعنی که من اگه یکی دو جمله در تکمیل صحبت آقای حسینی بگم، یک گروه حکم بوم در داخل برجام، یک گروه حکم مرکب از سه نفرن در واقع، یکی از هر طرف شاکی و یک نفر هم مستقل، و بعدش هم که به شورای امنیت رفت. مسئله اینجاست که مشکل بزرگ و چیزی که کمی فهمشم مشکل اینه که آن چیزی که اتفاق افتاده در چارچوب برجام این است که تحریم ها و قطعنامه های شورای امنیت لغو نشدند، بلکه معلق شدند. شورای امنیت حالا باید رأی به ادامه تعلیق بده که کافیه یک نفر به توش بکنه این در... اما آیا که به کجا می انجامد؟ باید به نظر من تحت شرایط جدیدی که وجود داره، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مرتب زیر تعهداتش زده، البته من واقعا مشکل اولیه و اصلی رو پیش آقای ترامپ می بینم که اصولا زیر این توافق پذیرفته بین المللی زد. ولی حالا از اینکه بگذریم که خب آقای ترامپ و می تواند همچی کاری بکنه، این است که جمهوری اسلامی یکی یکی تعهداتش پس گرفته، تا جایی که در واقع به طور عملیاتی هیچ گونه تعهدی رو قبول نمیکنه. یعنی که آنچنان که اعلام کرده ادامه خواهد داد به غنی سازی، به درجه غناش، به میزان انباشتش، همه این چیزاشو حفظ خواهد کرد. و از این لحاظ که در این اینکه این موضوع همراه با اتفاقات داخل ایران، اینکه کشتار ماه آبان، بعدش جریان اینکه سقوط هواپیما و فریبکاری در این موردش، اینا همه با هم جمع میشن که اروپایی‌ها رو در واقع به این طریق میرانند که بروند به طرف فعال کردن مکانیزم ماشه. منتها همینجوری که آقای حسینی به درستی گفتن، این که این کمیسیون فراخوانده بشود هنوز معنیش مکانیزم فعال کردن مکانیزم ماشه نیست، بلکه اروپایی‌ها میخواهند که دریابند که آیا جمهوری اسلامی با توجه به که مدتی وقت خواهد داشت، 50-60 روزی، با توجه به اینکه ممکن است در طول این 50-60 روز اون آتش انتقام، زیرا که اینجا میگم آتش انتقام، زیرا که مرحله پنجم ترامپ، ببخشید، مرحله پنجم پاپس کشیدن ایران از تعهداتش در واقع در سایه انتقامگیری بود که به این شدت صورت گرفت. آیا در این دوران 60 روزی که مذاکرات صورت میگیرد، شاید جمهوری اسلامی اینجا و اونجا تخفیفی به در پا بس بکشد؟ من فکر میکنم قصد اروپایی‌ها حفظ برجامه، زیرا که جایگزینی براش نیست. آنچه که آقای بوریس جانسون میگوید، اسمش هم میذاره طرح ترامپ، طرح آقای ترامپ با خودشه، کسی دیگه اجازه نمیده. میخواستم در این مورد ازتون سوال کنم آقای بیات، به خاطر اینکه به نظر میرسه اولین باریه که یکی از اعضای برجام، اعضای اروپایی برجام، میاد صحبت از یک توافق جدید میزنه و حمایت میکنه از طرحی که آقای ترامپ ممکنه در ذهنش داشته باشه برای توافق با ایران. چقدر فکر میکنید که این طرح الان با حمایت بریتانیا بتونه جدی تر بشه؟ و چه چیزهایی ممکنه در چهارچوب این طرح باشه که اون رو برای آمریکا جذابتر کنه؟ من فکر میکنم ناکنید همین طرزی هم که آقای جانسون گفته، اگه دارم میگه طرح ترامپ، از طرف دیگه میگه یکی طرح ترامپ، یکی اینی که به خاطر منقضی شدنش، امکان منقضی شدن برجام، زیرا که پاره ای از تعهدات برجام ایران در طول 10 سال، 15 سال، 25 سال منقضی میشن. از جمله خرید و فروش سلاح که دیگه چیزی بهش نمونده.
بله اون مربوط به قطعنامه شورای امنیته، اون مربوط به برجام نیست. اون وقتی که مکانیزم ماشه اگر فعال بشود، یعنی که قطعنامه های شورای امنیت دوباره برقرار میشه. در اون صورته که موضوع خرید و فروش اسلحه در جهان برای ایران موضوعیت پیدا میکنند. اما موضوع دیگه هم که میگه که چون که آقای اوباما این طرح رو انجام داده، در واقع معلومه طرح آقای ترامپ روی پایه‌های اساسی نیست. به نظر من اما فکر میکنم اگر رژیم جمهوری اسلامی در این دوران که امکان گفتگو وجود دارد، اگر که اولا کوتاه بیاد مثلا به طور واقعی این صحبتهای رو که کرده عملی نکنه، یعنی در چرا باید این کارو بکنه آقای بیات وقتی که میگه نتونسته بهره‌مند بشه از فواید برجام و اروپایی ها هم نتونستن کاری بکنن برای اینکه حداقل بتونن نفت ایرانو بخرن؟ بله اینجوری که میپرسید کاملا درست، سوال معقولیه که آدم بگه چرا. منتها ما باید تناسب قوای جهانی رو بگیریم. درسته، یعنی به واقعیتش اینه که امریکا به تعهداتش عمل نکرده، منتها برجام در آخرین لحظه تحت فشار بین المللی، تحت که در واقع غفلت جمهوری اسلامی جوری تنظیم شده که فقط ایران رو متحد میکنه در لحظه نهایی. یعنی اینکه مثلا امریکا رفته بیرون، الان برجام رفته بیرون، یعنی تعهد دیگه نداره. یعنی این قرارداد در آخر لحظه مثل بسیاری سیاست‌های دیگر جمهوری اسلامی طوری تنظیم شده که بسیار ضربه پذیرش میکنه. من به لحاظ حقوقی و به لحاظ عادلانه بخوای به موضوع پردازی، البته سوال شما کاملا منطقه، چرا جمهوری اسلامی که قرار بوده از امتیازات این استفاده بکنه چرا نکرد، چرا نشده که بکنه، چرا آقای ترامپ بیرون رفته، چرا اروپایی‌ها به نظر من برخلاف این بیانیه که آقای حسینی نقل کرد، اروپایی‌ها واقعا به تعهداتشون عمل نکردن. نه اینکه نمیخواستن، به نظر من چون نمیتوانستن. اروپایی‌ها میتوانند مثلا تحریم‌های ثانویه که مربوط به اروپایی‌ها بود، اروپایی‌ها البته میتونستن در مقابلش بیشتر مقاومت کنن، اما نکردن، زیرا که ریسک برخورد روبرو با امریکا رو نمیخواهند بپذیرند. در هر حال به نظر من تو این فرصت 60، شاید هم بیشتر، چون با توافق میشه حتی بیشترش هم کرد، 65 روز میشه توافق بکنن که اولا ایران به طور واقعی اعمالی انجام ندهد. یعنی پالاک بارها پیش اومده که دولت جمهوری اسلامی اعلام میکند که یه کاری رو انجام میده، هم در ارتباط برنامه هسته‌ایش هم حتی تهدید میکنند اما عمل نمیکنند. از این لحاظ یه قسمت قضیه، یه قسمت دیگه قضیه هم وقتی که سر و صداها این خشم خوابید و انتقام گیری و اینا، شاید رژیم حاضر بشه با توجه به اینکه موجودیتش هم در خطره، شاید حاضر بشه که اینجا و آنجا پاپس بکشه سر موضوعاتی که ازش درخواست میشه. و اون به نظر من موضوع مرکزیش اینه که جمهوری اسلامی باید، یعنی غربی ها ازش میخواد و به نظر من به نفع مردم ایران هم هست، که از دشمنی بیدلیل با ایالات متحده امریکا، با اسرائیل، با متحدانشان، با نظم موجود در خاورمیانه، یا برعکسش بگم با گسترش بی‌نظمی در خاورمیانه، از این دست بکشه، این سیاستشو تجدید نظر بکنه. وگرنه من فکر میکنم مشکل حل نخواهد شد اگر چنین اتفاقی نیفتد. ممنونم ازتون. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای.